علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه 11 آبان ماه در توکیو در گفتگو با خبرگزاری کیودو اعلام کرد ایران اجرای برجام را آغاز کرده است. او با اشاره به اینکه این اقدامات شامل کاهش تعداد سانتریفیوژ ها می شود تصریح کرده ما در حال کاستن از تعدادی از سانتریفیوژ ها در تاسیسات هسته‌ای نطنز هستیم، با این حال اجرای کامل توافق هسته‌ای به زمان احتیاج خواهد داشت. آقای صالحی بامداد یکشنبه 10 آبان ماه برای دیدار با مقام‌های عالی رتبه ژاپن و گفتگو درباره همکاری‌های ایمنی هسته‌ای راهی توکیو شد. همزمان خبرگزاری فارس از تذکر 20 نماینده مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی خبر داد، نامه‌ای که موضوع آن توقف جمع‌آوری سانتریفیوژهای نطنز و فوردو بوده است. به نوشته خبرگزاری فارس در شرح این نامه آمده است متاسفانه در 2 روز گذشته چند پیمانکار برای جمع‌آوری سانتریفیوژهای فوردو وارد این سایت شدند و شروع به جمع‌آوری زیرساخت‌های این سایت کردند و گفتند 2 هفته اینجا میمانیم تا کار را تمام کنیم. آنها به بند 1 از شروط 9 گانه رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اخذ تضمین کافی از رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا که به معنای کسب نامه رسمی آنها برای لغو تحریم ها در زیرساخت هاست اشاره و تاکید کردند که این امر محقق نشده است. در ادامه آمده است آقای رئیس جمهور مسئولیت تحقق شروط 9 گانه و شروط شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی بر اساس بند 9 منشور به تیم هوشمند، قوی و آگاه واگذار شده و این تیم هنوز تشکیل نشده است. این 20 نماینده هشدار دادند در صورتی که دقت کافی در تحقق این شروط انجام نگیرد منافع ملی به صورت غیر قابل جبرانی تهدید خواهد شد. همزمان عباس عراقچی معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه ایران خبر داد بر اساس فرمایش رهبری باید کمیته‌ای برای رصد و نظارت بر اجرای برجام و اجرای تعهدات طرف مقابل تشکیل شود و ما منتظر تشکیل این کمیته هستیم. در همین حال محمد حسن آصفری دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت آقای عراقچی و دیگر مهمانان حاضر در جلسه روز یکشنبه تاکید کردند تا زمانی که آژانس گزارش خود را به شورای حکام نداده و بر ابعاد غیر نظامی برنامه ایران صحه نگذاشته است اقدامی برای اکسید کردن و فروش 10,000 کیلوگرم اورانیوم غنی شده یا تغییر کاربری سایت عراق انجام نخواهد شد. دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است در رابطه با تغییر کاربری تاسیسات عراق نیز تاکید شده است که این کار توسط کارشناسان ایرانی انجام شود، اما طرف غربی موظف است امکانات لازم را به ویژه در رابطه با نقشه ها در اختیار جمهوری اسلامی ایران بگذارد. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران نیز روز یکشنبه 10 آبان ماه گفت علاوه بر قوه مقننه شورای عالی امنیت ملی نیز سازوکار نظارتی خود را در مورد اجرای توافق هسته‌ای خواهد داشت. مجلس ایران چارچوبی را برای اجرای توافق هسته‌ای از سوی دولت تعیین کرده است که از جمله مواد آن الزام وزارت امور خارجه به ارائه گزارش‌های 3 ماهه از اجرای برجام به کمیسیون امنیت ملی مجلس و ارائه گزارش‌های 6 ماهه از سوی این کمیسیون به صحن علنی مجلس است. هنوز شمارش آرا به طور کامل پایان نیافته بود که نتایج اولیه خبر از پیروزی غیر منتظره حزب اسلامگرای عدالت و توسعه میداد، در حالی که حتی تا ساعتها پیش از آغاز رأی‌گیری اغلب مؤسسات نظرسنجی تردید داشتن نسبت به پیروزی این حزب. اما حزب عدالت و توسعه با کسب حدود 50% آرا 316 نماینده رو راهی پارلمان ترکیه کرد تا پس از یک وقفه 4 ماهه بار دیگه اقتدار خودش در صحنه سیاسی ترکیه رو تثبیت بکنه. آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه و از بنیانگذاران AKP پیش از انداختن رأی به صندوق وعده داد اگر حزبش پیروز شود امنیت را به ترکیه باز خواهد گردان، موضوعی که این روزها دغدغه بسیاری از مردم ترکیه است. با آنکه منتقدان سیاست‌های حزب عدالت و توسعه را عامل اصلی ناامنی و بی‌ثباتی در طی چند ماه اخیر در ترکیه می‌دانند. در انتخابات پارلمانی خرداد ماه برای نخستین بار حزب عدالت و توسعه اکثریت پارلمانی و اقتدار 13 سالش را از دست داد. همینطور هیچ کدام از احزاب رقیب هم نتونستن به تنهایی
شرایط لازم برای تشکیل دولت رو به دست بیارن تا نهایتاً دیروز انتخابات برای بار دوم در کمتر از 5 ماه تکرار شد. از 55 میلیون شهروند ترک واجد شرایط رای‌دهی حدود 46 میلیون روز گذشته پای صندوق رای رفتن تا 550 نماینده پارلمان رو انتخاب بکنن و خب درصد مشارکت هم به نسبت بالا بود، حدود 86%. اما در این 4 ماه و 10 روز ترکیه شرایط سختی رو پشت سر گذاشت. بعد از 2 سال آتش بس میان دولت و حزب کارگران کردستان شکسته شد. جنگ، ناامنی، ترور و بمب‌گذاری به ویژه شهرهای جنوبی ترکیه رو در بر گرفت. ارزش لیر به صورت بی‌سابقه‌ای سقوط کرد. آمار توریست کاهش پیدا کرد و همه این نگرانی‌ها شاید دلایلی بود که عملاً حزب حاکمه داشت هشدار می‌داد که اگر این حزب نباشه ترکیه به سالهای سخت ناامنی و بحران اقتصادی و مسائلی از این قبیل باز خواهد گشت. شاید به طور خلاصه بتوان گفت دغدغه نان و امنیت بر آزادی‌های مدنی چربید. حزب عدالت و توسعه پیش از انتخابات وعده امنیت، نان و مسکن رو داد و خب این بسته تشویقی در کنار تاکتیک زیرکانه آقای اردوغان برای تجدید انتخابات این پیروزی رو رقم زد. اما منتقدان بر این باورند که دولت با اتخاذ این تاکتیک و بهره‌وری از شرایط ناامنی در ترکیه به ویژه جنگ با پکاکا سعی کرد با تهییج احساسات ملی گرایانه مردم شرایط رو به نفع خودش تغییر بده و از یک شکست بزرگ بگریزه. اگرچه نباید فراموش کرد که آکپه هنوز هم پر اقتدارترین حزب سیاسی در ترکیه استش. حالا ما اگر به نتایج این انتخابات هم نگاهی بیندازیم میبینیم که دولت تا حدودی در این زمینه موفق هم شده، ملی‌گرایان رو تونسته با خودش همراه بکنه، چرا که نتایج انتخابات دیروز نشان میده حزب حرکت ملی یا مهپه بیشترین ریزش آرا رو نسبت به 4 ماه قبل داشته و خب به نظر میرسه آکپه به خوبی تونسته تقریبا 5% آرای ملی‌گرایان رو در طی مدت صید بکنه. حزب کردی هدپه هم ریزش آرا داشت. از کسب 13% آرا در انتخابات خردادماه و فرستادن 80 نماینده به پارلمان، حالا به سختی حد نصاب 10% رو رد کرد و 59 نماینده در پارلمان خواهد داشت، اگرچه همین هم باز برای کردها یک موفقیت بزرگ محسوب میشه. در سوی دیگه مهمترین رقیب آکپه یعنی حزب جمهوری خلق هم ریزش آرا داشت و در کل هر سه حزب نسبت به 4 ماه پیش نتیجه رو به آکپه واگذار کردن. اما شامگاه یک شنبه آقای داوودوغلو رهبر حزب عدالت و توسعه در جشن شادی هوادارانش در زادگاه خودش یعنی شهر قونیه شرکت کرد. او این پیروزی رو متعلق به مردمی دانست که به این حزب در شرایط سخت اعتماد کردن. بر روی ماراتون 5 ماهه انتخابات ترکیه به پایان رسید. ترکیه فردای تازه آغاز میکنه، اما پس لرزه های التهاب این 4 ماهه باید گفت که تا مدت ها در سیاست داخلی و خارجی ترکیه قابل مشاهده خواهد بود. اما آنچه روشنه این هست که بیشک تأثیرات این انتخابات فراتر از جامعه ترکیه خواهد بود. آیت الله علی خامنه ای روز یکشنبه 10 آبان ماه در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، سفرا و کارداران جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا درباره مسائل منطقه ای را رد کرد. آقای خامنه ای گفت آمریکایی ها دنبال تحمیل منافع خود هستند نه حل مسائل. آنها می خواهند 60-70% خواسته هایشان را در مذاکره تحمیل کنند و بقیه اهدافشان را هم به طور غیرقانونی عملا اجرا و تحمیل کنند. پس مذاکره چه معنایی دارد؟ رهبر جمهوری اسلامی آمریکا را مسبب ناآرامی ها در منطقه خواند و گفت عامل اصلی ناامنی ها حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی و گروه های تروریستی است و این سیاست ها با سیاست های جمهوری اسلامی 180 درجه متفاوت است. وی این سخنان را پس از برگزاری کنفرانس بین المللی وین درباره بحران سوریه بیان می کرد. او گفت که برخلاف باور برخی افراد آمریکا بخش عمده مشکلات منطقه است، نه بخشی از راه حل مشکلات. اجلاس 1 روزه و 8 ساعته وین که روز جمعه 8 آبان ماه آغاز شد بدون نتیجه گیری در مورد سرنوشت اسد پایان یافت و قرار شد بحث ها 2 هفته دیگر ادامه یابد.
رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با نمایندگان سیاست خارجی ایران گفت که غربی‌ها در آرزوی تغییر سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستند و اخیراً با تحلیل خوشخیالانه درباره تغییر اجباری یا خودخواسته سیاست خارجی ایران در منطقه دست به تبلیغات زدند. در آستانه برگزاری کنفرانس بین المللی برای حل بحران سوریه، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال تغییر موضع ایران در قبال سوریه وجود داشت. یک مقام ارشد در خاورمیانه نیز پنج شنبه گذشته به خبرگزاری رویترز گفته بود که نشانه‌هایی دال بر احتمال توافق ایران برای انتقال قدرت در سوریه وجود دارد. اما روز جمعه حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه که به همراه محمد جواد ظریف به وین رفته بود، موافقت ایران با کنار رفتن اسد از قدرت ظرف 6 ماه آینده را به شدت تکذیب کرد. علی خامنه‌ای همچنین بر تداوم اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با وجود تغییر دولت‌های آن تأکید کرد و گفت این سیاست خارجی انقلابی است. وی ضمن اشاره به اینکه اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قانون اساسی آن درج شده و برگرفته از اسلام و آرمان‌های انقلاب است، نتایج اجرای این سیاست را از سوی افزایش اقتدار و تأثیرگذاری، ارتقای جایگاه کشور و عزت و اعتبار ایرانیان در میان ملت‌ها دانست. او همچنین اجرای سیاست خارجی انقلابی را عاملی برای جلوگیری از رویارویی ایران با مشکلات و ضربات عجیب در داخل ایران خواند. صدور انقلاب به عنوان دکترین جمهوری اسلامی ایران همواره مایه ایجاد ترس در میان همسایگان این کشور و بروز تنش در منطقه بوده است. آقای خامنه‌ای گفت معیار سیاست خارجی ایران اسلام است و موضع‌گیری در برابر کشورها و مسائل مختلف باید مختصات دینی داشته باشد. او از جمله به تعهدات برادرانه به همه مسلمانان جهان و حمایت بیدریق از همه مستضعفان جهان سخن گفت. رهبر جمهوری اسلامی درباره راه حل‌های ایران برای مسائل کشورهای منطقه چون فلسطین، سوریه، عراق، یمن و بحرین سخن گفت و بیش از همه بر لزوم انتخابات و تصمیم گیری مردم این کشورها درباره سرنوشتشان تأکید کرد. او در رابطه با یمن و سوریه از عربستان سعودی به عنوان کشوری با رفتار یک بام و دو هوا نام برد که از رئیس جمهور یمن حمایت می کند اما مخالف رئیس جمهور سوریه است و به مخالفان مسلح آن کمک می کند. جمهوری اسلامی ایران با دخالت در کشورهای منطقه و حمایت از گروه‌ها و شبه نظامیان تندرویی که امنیت منطقه را تهدید می‌کند، سیاست‌هایی در پیش گرفته که در تعارض با منافع عربستان سعودی و کشورهای منطقه است. نیروهای داعش در سوریه روز یکشنبه 10 آبان با غلبه بر نیروهای دولتی کنترل شهر مهین در جنوب غربی حمص را به دست گرفتند. با تسلط بر این منطقه حدود 20 کیلومتر از بزرگراه دمشق به حمص هم به دست افراد داعش افتاد. در این حمله دست کم 50 نفر از نیروهای دولتی کشته و یا زخمی شدند. بنابر گزارش‌ها درگیری‌ها همچنین در حومه شهر مسیحی نشین صداد در جریان است. همزمان ائتلاف تازه بخشی از عرب‌ها و کردهای سوریه به نام نیروهای دموکراتیک سوریه اولین حمله خود علیه نیروهای داعش را آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این جبهه شامگاه جمعه به مناطق زیر کنترل داعش در شمال شرق حسکه حمله کرده است. گزارش حاکی است که روز شنبه نیز میان نیروهای جبهه دموکراتیک سوریه و داعش درگیری پیش آمده است. به گزارش خبرگزاری ها حمله به داعش با حمایت جنگنده های بمب‌افکن ایالات متحده آمریکا همراه بوده است. شبه نظامیان کرد در سوریه به همراه چندین گروه از معارضان عرب چند هفته پیش اتحاد جدیدی را به نام نیروهای دموکراتیک سوریه تشکیل دادند. سخنگوی یگانهای مدافع خلق کردستان که عضوی از این جبهه است در بیانیه‌ای که در فضای مجازی منتشر شد شکل گیری این اتحاد را اعلام کرد.
یک روز پس از نشست روز جمعه 9 آبان درباره بحران سوریه در وین، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که به همراه وزیر امور خارجه قرقیزستان در یک نشست خبری صحبت می‌کرد گفت گروه حکومت اسلامی تهدیدی برای همه کشورهاست و باید نابود شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه دستور اعزام یک نیروی 50 نفره از ارتش آمریکا را برای کمک به ائتلاف ضد گروه حکومت اسلامی و به منظور هماهنگی با نیروهای شورشی سوری صادر کرد. این نیروها قرار است از ماه آینده به شمال سوریه اعزام شوند. واشنگتن همچنین اعلام کرد که کمک‌های مالی خود به شورشیان مخالف بشار اسد را 100 میلیون دلار افزایش می‌دهد. این نخستین بار است که دولت ایالات متحده آمریکا نیروهای ویژه خود را برای آموزش نیروهای محلی به سوریه اعزام می‌کند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشته که از سپتامبر سال 2014 که ایالات متحده آمریکا در رأس ائتلاف ضد داعش برای بمباران مواضع این گروه قرار گرفت، اکنون فرستادن این نیروها به سوریه همزمان با تصمیم واشنگتن برای شرکت دادن ایران در مذاکرات دیپلماتیک برای پایان بخشیدن به جنگ سوریه نشان دهنده تغییرات عمده در سیاست خارجی آمریکا نسبت به مسئله سوریه است. از سوی دیگر روسیه هشدار داده که تصمیم آمریکا در اعزام نیرو باعث تشدید جنگ نیابتی در سوریه خواهد شد. واشنگتن اعلام کرده که تعداد این نیروها کمتر از 50 نفر است و همچنین تأکید کرده که مأموریت آنها فقط شکل دادن، مشاوره و کمک به نیروهای مخالف دولت اسلامی در سوریه است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید آمریکا روز شنبه 9 آبان با اعلام این خبر از ارائه جزئیات بیشتر درباره مأموریت آنها خودداری کرد. آقای ارنست درباره حضور این نیروها در سوریه گفت اگر ما قصد یک درگیری را داشته باشیم مسلما بیشتر از 50 نفر نیرو برای آن منطقه پیش بینی خواهیم کرد. همزمان ایمن الظواهری رهبر القاعده از گروه‌های شورشی در عراق و سوریه خواسته است تا اختلافات داخلی خود را کنار گذاشته و برای مبارزه با آمریکا، روسیه، ایران و حزب الله لبنان متحد شوند. به گزارش رویترز زمان ضبط این پیام صوتی که روز یکشنبه 10 آبان در اینترنت منتشر شده مشخص نیست، اما اشاره رهبر القاعده به تهاجم روسیه میتواند حاکی از آن باشد که این پیام صوتی پس از آغاز حملات هوایی روسیه به مواضع مخالفان بشار اسد ضبط شده باشد. روسیه حملات هوایی خود را از 3 سپتامبر یعنی بیش از یک ماه پیش آغاز کرد، در حالی که ایمن الظواهری در ماه گذشته در یک پیام صوتی گروه حکومت اسلامی، داعش و رهبر آن یعنی ابوبکر البغدادی را فتنه‌گر خوانده بود، در پیام صوتی تازه خود خواستار اتحاد همه پیکارجویان اسلامگرا در سوریه و عراق علیه دشمن مشترک شده است. عیسی سحرخیز روزنامه نگار روز دوشنبه 11 آبان ماه از سوی 7 مأمور سپاه پاسداران در منزلش در تهران بازداشت شد. مهدی سحرخیز فرزند این روزنامه نگار با اعلام این خبر گفته پدرش به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبانی برای تجمع بازداشت شده است. به گفته مهدی سحرخیز مأموران خانه پدرش را بازرسی و وسایل او را ضبط کردند. آقای سحرخیز پیش از این در تیر ماه سال 88 بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 3 سال زندان محکوم شد که این حکم در سال 90 زمانی که او در زندان بود به 5 سال زندان افزایش یافت. این روزنامه‌نگار در سال 92 آزاد شد. آقای سحرخیز در سالهای گذشته در 2 نامه جداگانه خطاب به دبیر کل سازمان ملل خواستار رسیدگی وی به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران شده بود. در تحولی دیگر وبسایت مرکز انجمن قلم یا پن در ایالات متحده و همچنین شماری از رسانه‌های آمریکا از جمله نشریه نیویورک تایمز نامه سرگشاده 116 شاعر غیر ایرانی به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را بازتاب دادند. آنان در نامه خود با اشاره به علاقه شخصی آقای خامنه‌ای به شعر از او خواستند که از جایگاه پرنفوذ خود در پرونده محکومیت مهدی موسوی و فاطمه اختصاری دو شاعر ایرانی بهره گیرد و در راه عفو و آزادی آنان اقدام کند.
116 شاعر غیر ایرانی در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی به سابقه او در سرودن شعر و همچنین تاریخ غنی شعر سرایی در ایران اشاره کرده و با تکیه بر این نکته از او خواستند اجازه ندهد که با این رفتار بی‌رحمانه و توجیه ناپذیر خدشه‌ای بر این میراث وارد شود. این دو شاعر ایرانی که از چهره‌های صاحب نام در غزل پست مدرن ایران محسوب می‌شوند، روز 21 مهر ماه به احکام سنگین محکوم شدند. دادگاه انقلاب برای فاطمه اختصاری حکم 11.5 سال زندان و 99 ضرب شلاق و برای مهدی موسوی 9 سال زندان و 99 ضرب شلاق را صادر کرده است. احکام مزبور علیه این دو شاعر در پی اتهاماتی مانند توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و روبوسی صادر شده بود. اتهاماتی که امیر رئیسیان، وکیل مدافع این دو شاعر، آنها را بی اساس خوانده و رد کرده است. پیشتر نیز سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به احکام صادر علیه مهدی موسوی و فاطمه اختصاری انتقاد کرده و خواستار لغو آن شده بودند. نشریه نیویورک تایمز گزارش داده که شماری از برندگان جایزه معتبر پولیتزر از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. یک مقام در وزارت کشور تاجیکستان ادعای بابک زنجانی را در دفاعیات روز شنبه 9 آبان ماه در دادگاه رد کرده است. آقای زنجانی گفته بود در تاجیکستان کمپ‌های الکترونیک مخصوص ثبت صدا دارد که در خدمت پلیس این کشور است. آقای زنجانی در دفاعیات خود در دادگاه همچنین هشدار داد که این دستگاه‌های الکترونیکی امکان ثبت گفتگوها را دارد و اگر لازم شود گفتگوهایشان را فاش خواهد کرد. در گزارش نوشته شده است بابک زنجانی که در گذشته از او به عنوان دوست برخی از مسئولان تاجیک هم نام برده می شد این حرفها را هنگامی به زبان آورده که از فروش اموالش شدیداً ابراز نگرانی کرده است. یک سلسله شرکت‌های ساختمانی، حمل و نقل، سرمایه‌گذاری و جهانگردی در تاجیکستان به بابک زنجانی نسبت داده می‌شوند و در مراسم افتتاح برخی از آنها او همراه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان شرکت کرده است. همزمان بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در پاسخ به اظهارات بابک زنجانی گفت عده‌ای برای دور زدن تحریم‌ها مردم و اقتصاد ایران را دور زدند. وزیر نفت با بیان اینکه مردم ایران نفری حدود 130 هزار تومان از بابک زنجانی طلب دارند، در پاسخ به اظهارات بابک زنجانی در خصوص پرداخت پول و فقدان شماره حسابی از سوی وزارت نفت برای پرداخت بدهی گفت شما تو حساب خودت یا دادگاه این پول را بریز و بگو 2,700,000,000 دلار در حساب من پول هست. بسیار خوب، خیال ما راحت می شود که پول هست. بالاخره جمهوری اسلامی از تو این پول را می گیرد. بابک زنجانی روز شنبه 9 آبان در دفاعیات خود بیژن زنگنه و وزارت نفت را به سیاسی کاری و سیاه نمایی متهم کرده بود. وکیل مدافع بابک زنجانی امروز دوشنبه 11 آبان ماه از پرداخت و تسویه بدهی موکلش به مبلغ 1,427,500,000 یورو که از طریق بانک مرکزی در اختیار وی قرار گرفته بود خبر داد. رسول کوهپایه‌زاده درباره قسمت دوم بدهی موکلش که مربوط به محمولات نفتی است نیز گفت وکلای خارجی موکلم در حال تلاش برای صدور ضمانت‌نامه هستند و این کار روال قانونی خود را طی می‌کند. متهم اصلی پرونده میلیاردی نفت در دفاعیات خود گفت مقام‌های بانک مسکن در یک ملاقات از او تقاضای کمک می‌کنند و از جمله به او می‌گویند که به شخصی 65 میلیارد تومان پول دادند بدون اینکه چک یا سفته‌ای از او در دست داشته باشند و چون روز شنبه باید به دادگاه مفاسد اقتصادی بروند باید این پول را نشان بدهند و اگر نداشته باشند همه بازداشت می‌شوند. آقای زنجانی روز یکشنبه در دادگاه گفت برای کمک به مدیران بانک مسکن سوار هواپیما شده، به کیش رفته و 67 میلیون یورو به بانک ملت فروخته است و آن را در اختیار بانک مسکن گذاشته است و بانک مسکن تا به امروز پولش را پس نداده است.
آقای زنجانی همچنین گفت زمانی که من تحریم شدم در امارات بودم. از گیت فرودگاه که رد شدم من را بازداشت کردند و بردند و اگر بچه های وزارت اطلاعات و دوستان من نبودند نمی توانستیم کاری کنیم. من 9 شب در سفارت ایران خوابیدم تا نتوانند من را دستگیر کنند. بابک زنجانی روز یکشنبه گفت پول نفت ایران یکی از اصلی ترین قاچاق و کالای سیاه در دنیاست. و مگر وزارت نفت پولش را امروز از امامزاده آورده که از من پول تمیز می‌خواهد. بابک زنجانی در ادامه قرائت دفاعیات روز یکشنبه خود در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به روابط خود با محمود احمدی نژاد و سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی هم اشاره کرد و از جمله گفت 10 روز پیش از تحریمش 4 میلیارد یورو به سازمان تأمین اجتماعی پول داده است و تنها ترفندی که به ذهنش رسیده بود این بود که از امارات با وزیر نفت تماس گرفته و خواسته است تا به جای 4 میلیارد یورویی که به تأمین اجتماعی پرداخت کرده است 2 میلیارد یورو شرکت بخرد و یا پول را به هر جایی که می‌خواهند حواله کنند. بابک زنجانی در ادامه تشریح ارتباطش با سازمان تأمین اجتماعی روز یکشنبه گفت که پس از بازداشت سعید مرتضوی و قطع ارتباط با او دست به دامن وزیر نفت وقت و از طریق او محمود احمدی نژاد می شود و بار دیگر نشستی با سعید مرتضوی برگزار می شود. با اینکه به گفته بابک زنجانی سعید مرتضوی قول داده بود پولش را پس بدهد اما برکنار شد. بابک زنجانی که در سالهای آخر دولت محمود احمدی نژاد از جمله مسئولان دور زدن تحریم‌های نفتی و فروش نفت ایران شده بود، به گفته مقام‌های وزارت نفت میلیاردها دلار نفت فروخته بود بدون آنکه بهای نفت‌ها را به دولت بازگرداند. وی به همین دلیل نزدیک به 2 سال است که در بازداشت است و جلسات دادگاه او همچنان ادامه دارد. یکی از مدیران خطوط هوایی روسیه روز دوشنبه 11 آبان ماه اعلام کرد تنها توضیح منطقی برای دلیل سقوط هواپیمای روسیه در مصر تأثیر عوامل خارج از بدنه هواپیماست. به گزارش شبکه خبری CNN، الکساندر اسمیرنوف از مدیران شرکت هواپیمایی هواپیمای ساقط شده با ذکر این مطلب در مورد علت سقوط این هواپیمای مسافربری گفت نقص فنی منتفی است و علت سقوط خطای انسانی هم نبوده است. وی که در یک نشست خبری سخن می گفت تاکید کرد هواپیماها خود به خود در میان آسمان دو نیمه نمی شوند. یک هواپیمای ایرباس A321 روسیه که از شرم الشیخ در مصر راهی سن پترزبورگ در روسیه بود روز شنبه بر فراز صحرای سینا سقوط کرد و کلیه 224 سرنشین آن کشته شدند. یک مقام هواپیمایی روسیه روز یکشنبه پس از بازدید از محل سقوط هواپیمای مسافربری این کشور در صحرای سینا در مصر گفته بود این هواپیما پیش از سقوط در آسمان متلاشی شده. با این حال وی گفته است برای نتیجه گیری در خصوص دلایل سقوط این هواپیما کمی زود است. ویکتور سوروچنکو مدیر کمیته بین دولتی هواپیمایی روسیه در قاهره گفته بود متلاشی شدن هواپیما در آسمان روی داده و قطعات این هواپیما در محدوده‌ای به وسعت 20 کیلومتر مربع پراکنده شده است. در همین حال رسانه‌های محلی گزارش می‌دهند کارشناسان مصری در حال بررسی محتوای دو جعبه سیاه این هواپیما هستند و احتمالاً تا چند روز دیگر نتیجه این تحقیقات اعلام خواهد شد. ساعتی پس از سقوط این هواپیمای مسافربری روسیه گروه حکومت اسلامی در بیانیه‌ای مسئولیت سقوط این هواپیما را بر عهده گرفت. این در حالی است که مقام‌های روسیه این ادعا را رد کردند.